بسو بسو تو را هیش مسیله او را اومیوزه علی ادور یگونه خلالیم نافلو للیم و یونقیم بین مقیم بین خومل بخونه لزود کل یوم بخول ایل ایلی برو خبل که معابه بهونه عمر اسبود و آخ خاره لقی پول امیده مای افرسیون اخونه به اختل میشه اون اقول مرنه به خایاش و باداد اخونه نخایاش و باداد های رباتی آم های تا کلمان ها رباتی بگوییم سراتی بم به دینا دایتا لامست چگونه نشسته است کشور یروشالایم بدون بچه هایش آن شهری که چقدر فرزندان زیادی داشت حالا مانند بیوزنی گشته است آن شهری که سر بود در میان ملت ها و عروسی بود در دنیا حالا چگونه به خراج گذاری تبدیل شده است به خاطر خرابی به تعمیر داشت اول و دومش چنین شبی گریه سر می دهد اشکایش بر رخسارش می ریزند و تسلی دهنده ای برای او نمی باشند تمام کسانی که ظاهرن دوست او بودند دشمنان او گشتند و در کمین او نشستند گالوت رفت ملت یهودا به خاطر فقر تو را به خاطر اینکه نتوانست عبادت هشم را انجام بدهد در میان گالوت نشسته است هیچ گونه آرامشی ندارد و تمام تعقیب کنندگان او به او رسیدند در بین مرزها تمام جاده‌های سیون که همیشه پر بود از کسانی که می آمدن زیارت کنند حالا مانند عزاداری گشته است فردی نیست که بیاید که بخواهد عبادتی بکند تمام دروازه هایش خراب گشتند و کاهنانش فریاد می کشند و ناله می کنند باکرهای ملت اسرائیل را تجاوز کردند و این بسیار سخت می باشد تمام دشمنانش بر او تسلط گرفتند راحت شدند چرا که چنین چیزی را خداوند بر ملت خودش آورد به خاطر خطایش ببین خداوندا که بچه های ملت اسرائیل به اسارت رفتند در جلوی دشمنان رخت بربست از جامعه سیون تمام شکوهش سرانش مانند گوزنی بودند که فرار می کردند و چراگاهی پیدا نمی کردند رفتند و بدون قدرت در جلوه دشمنانشان در چنین شبی ملت یروشلعیم به یاد می آورد خرابی به تمیق داشتش آن تمام زیبا چشمانی که در میان ملت بودند کشته شدند موقعی که آمدند و خرابی به بار آوردند در کشور ما با کمکی برای ما نمی باشند دشمنان دیدند خرابیش رو خندیدند به خاطر تعطیلاتش البته خطا کرده است ملت یروشلایم بنابراین مانند زن نیدایی قرار گرده است که از همه دور می باشد تمام کسانی که به او احترام می‌گذاشتند او را خار نمودند چرا که گناهان او را دیدند همچنین ناله می‌کشد و به عقب برمی‌گردد لکه گناه ملت اسرائیل در دامنش می‌باشد فکر نکرد که اگر از خدا برگردد چه بر سر او می‌آید چگونه تعجب آویز است که چه بلایی بر سر این ملت آمده است کسی نیست که تسلی بدهد به ملت اسرائیل
خدا را نظر کن که چقدر فقیر شدم و دست دشمن بلند شده است. ملت اسرائیل دستش را دراز کرد به قوم امون و موآب، فکر میکرد که اینها با ما قوم و خویش هستند و ما را کمک کنند، بلکه دیدن آنها هم آمدند و اذیت ما کردند. ملتی آمدند در بت مقدس و او را خراب کردند، آن بت مقدسی که گفته بودی امون و موآب وارد آن جماعت شما نشوند. تمام ملت اسرائیل ناله میکشد، طلب نانی میکنند برای جگر گوشهایشان که تک نانی بخورند، برای اینکه بتوانند جان خودشان را برگردانند. خداوندا نظر به افکن و ببین من آدم خوار گشتم، حتی بر شما دشمنان من چنین دعایی را نمی کنم. آن کسانی که ببینید چه بر سر ما آمده است، آیا دردی است مرد مثل درد من که خداوند چقدر مرا غصه دار کرده است؟ در روز خشم خودش از آسمان فرستاد آتشی در جان من، خورد کرد تمام استخوان‌های من، زنجیری را به پای من انداخته که به عقب بروم. ببینید که عزادار گشتم و تمام روز در درد به سر میبرم. علامت دار شده است به خاطر گناهان من بدن من، گردن خودم را دادم که بخواهم فرار بکنم و خداوند مرا در دست دشمنی که نمیتوانم از دست او نجات پیدا کنم پایمال کردن تمام جلیلمندان من. خداوند ببین آن من چه بر سر ملت ما آمده است. جوانها را گذاشتن که سنگای بزرگ آسیاب را تکان بدند و باکره ها را به زنا کشاندند. ارمیا عنابی می فرماید بر تمام اینا من گریه می کنم، چشمای من اشک می ریزن مانند آبی که روان می باشد، به خاطر اینکه هیچ گونه تسلی دهنده‌ای برای من نمی باشد. بچه های من همه به اسارت رفتند و دست دشمن قوی شده است. ملت سیون دستش را مانند فقیری دراز می کند و تسلی دهنده‌ای برای او نمی باشد. دستور داده از خداوند دشمنان ملت اسرائیل که او را احاطه کنند و به او با نگاه بدی نگاه کنند. خداوند تو عادل و صدیق می باشی. ما می دانیم که خودمان تمرد کردیم به ترای تو. ببینید این ملت های دنیا یا از دردی مثل درد من با کراب و جوانان من به سارت رفتن، صدا زدم با کشورهایی که در همسایگی من بودند و به اصطلاح دوست من بودند، همه مرا گول زدن. کاهنان و پیران ملت اسرائیل در میان در وسط خیابان ها جان هلاک می شدن به خاطری که تک نانی نداشتند که بخورند و سیر شوند. خداوند نظر بفرما که چقدر سخت است برای من. اما اندرون من به جوش آمده است، تمام قلب من شکسته شده است، چون که می دانم از دستور تو تمرد نمودم و از بیرون شمشیرها انسانها را می کشند و در خانه شدیم و مزقی می آیند و ملت را می کشند. دشمنان من شنیدند که من آه و ناله می کشم و تسلی به من ندادند. تمام دشمنان من خوشحال شدند که چنین بلایی بر سر من آمده است. خداوندا بیار در چنین روزی که آنها مثل من حساب پس بدن، بیاید تمام بدی آنها در جلوه تو انجام بده با آنها همانطوری که به من انجام داده ای.
به خاطر تمام تقصیرات من که گناهان من زیاد بوده است، من ناله می کشم و قلب من دردناک می باشد. اخوایی به افا ادونای ات بطسیون ایسریخ می شمایی مرستی فنت اسرائیل بلوز آخر ادوم رگلا بیوم اپو چگونه سیاه کرد خداوند با خشمش شانس ملت اسرائیل، انداخ از آسمان ها افتخار ملت اسرائیل، بیاد نیاورد تحت قدمش را در روز خشمش، نابود کرد خداوند و رحم نکرد به خانه های ملت یعقوب، پای مال کرد با خشمش تمام جاده های و حصار های ملت یهودا، همه حصار ها به زمین ریختند و پادشاه و سران کشته شدند. قطع نمود خداوند با خشمش پرچم ملت اسرائیل را، دستش را به عقب برد که دشمن قدرت بگیرد و بسوزاند تمام خانه های ملت سیون را، کمان خودش را قوی گرفت، خصف شالوم مانند دشمنی ایستاد، مانند دشمنی که ببینند ملت اسرائیل را یک به یکی می کشند. خون ملت اسرائیل در خیابان ها ریخته می شود. خصف شالوم خداوند مانند دشمن شده بود، نابود کرد ملت اسرائیل را، نابود کرد تمام مساکن ملت اسرائیل را، زیاد کرد در خاندان یهودا شیون و آه و ناله، نابود نمود به تمیق داشش را، آن جایی که محل مقدس ملت اسرائیل بود، شبات و موعد ها همه تعطیل گشتند و کوهن ها و پادشان کشته شدند. تر کرد خداوند میز به یق قدش خودش را، سپرد در دست دشمن حصارهای یروشلایم را، آنها فریاد خوشحالی میزدند در به تمیق داشت، مانند اینکه روز یوم تو میبوده است. خداوند از زمان قدیم تصمیم گرفت که خراب کند حصارهای سیون، خط قضاوتی کشید رو دستش را برنگردان از اینکه صرف نظر کند تمام دیوارا و حصارهای ملت یروشلایم خراب شدند، ریختند بر زمین دروازه هایش، خراب شدند تمام حصارهایش، نه ترایی بود در ملت اسرائیل و نه نابی که پیغام خوشی را از طرف خداوند بیاورد. مانند عزاداری ملت اسرائیل بر زمین نشسته بودند، ساکت شده بودند پیران ملت سیون، خاک بر سر خود میریختند و پلاس میپوشیدند و با کرای ملت اسرائیل عزادار بودند. ارمیا نبی میفرماید به خاطر گریه زیادم دیگر اشک من خشک شده است، تمام اندرونم میسوزد و به خاطر شکست قوم خویش من ناراحت میباشم. موقعی که بچه ها در آغوش مادر خودشان جان میدادند، موقعی که از فرط گرسنگی هلاک می شدن، بچه ها به مادرشان می گفتن خواهش داریم تکه نان و آبی به ما بدهید، موقعی که بر سر کوچه های یروشلایم جان به خداوند می دادن، موقعی که در آغوش مادرشان می مردن. به چه چیز تشبیه کنم تو را و بخواهم به تو تسلی بدم؟
بگویم چه کشوری مانند تو بر سر او چنین آمده است؟ به خاطر اینکه بزرگ از شکست تو و چه کسی میتواند به تو تسلی بدهد. پیامبران دروغی برای تو پیامهای اشتباه آوردند، گناه تو را ظاهر نکردند و به تو نگفتند که تشوا کنی و برای تو پیغامهای دروغ آوردند. حالا تمام دشمنانی که رد می شوند دست می زنند، سوت می زنند و خوشحالی می کنند و سر تکان می دهند. می گویند آیا این شهری است که می گفتند عروس دنیا می باشد و کسی به آن نمی تواند رخنه کند؟ باز کردند بر تو دهانشان تمام دشمنان، دندان خودشان را تیز کردند و گفتند آن شهری بود که خواستیم آن را خراب کنیم و آن را در آخر گرفتیم و تصرف کردیم. انجام داد خداوند همان چیزی که تصمیم گرفته بود، خراب کرد و رهن ننمود. خوشحال کرد دشمنان تو را بر تو و پرچم دشمن را بر یروشلایم علم نمودند. فریاد می زنند و تفیلا می خواندند حصار و باروی ملت سیون. بیایید اشک بریزیم و طلب کنیم از خداوند روز و شب، به خودمان آرامش ندیم و بر چشمان از گریه تمام نکنیم تا این جشن تفیلای ما را قبول کند. بلند شو در نصف شبا تیخون خسوت را بخون و تفیلا را ادامه بده، قلبت را بر جلوی خداوند بریز و تشوا بکن به خاطر بچه هایی که از فرط گرسنگی کشته شدند و هلاک شدند. خدایا ببین چه بر سر این ملت آورده ای. آن زنان رحمداری که بچه های خودشان را می پختند و می خوردند، و هشم در جواب می فرماید شما ناوی و کوهن را در به تمیق داشت کشته ای. زخور ادونای می آیا لانو هبی تاور ایت خرپاتنو. بیاد بیاور خداوند تمام سختی هایی که بر ما گذشته است، نظر به فرما و ببین خجالت ما. زمین ما گذاشته شده است برای بیگانگان، خانه های ما متصرف گشته شده است به افراد بیگانه. مانند یتیمی بودیم که پدر نداشته ایم، مادران ما مانند بیوه زنی گشتن. آب شهر خودمان را باید بود با پول بخریم، چوبایی که میخواستیم استفاده کنیم برای آتش که مال خودمان بودن باید بود با پول کامل بخریم. بر پشت ما، ما را دنبال میکردن، در کوها و جنگل ها ما را فراری میدادند و استراحتی نبود. از ملت مصر خواهش کردیم که به ما کمک کند، از ملت آشور خواستیم که تکنانی به ما بدهد و به ما ندادند. پدران ما خطا کردند و امروز اینجا نیستند، و ما چون در راه بد آنها رفتیم باید گناهان آن را متحمل شویم. غلام های ما بر ما رئیس شدند، هیچ گونه خلاصی از دست اینها نمی باشد. برای تکنانی جان خودمان را به خطر می انداختیم که اگر از جاهای پناهگاه بیرون می آمدیم ما را می کشتن در بیابان. از فرط گرسنگی و تشنگی بدن ما مانند
کوره‌ای گشته شده است. صورت‌های ما سیاه گشته است به خاطر فشار قحطی. زنان ملت اسرائیل را به آنها تجاوز نمودند در یروشلایم، با کرای ملت اسرائیل را تجاوز کردند در خیابان‌های یهودا. سران را گرفتند و آنها را به دار زدند، احترام پیران را انجام ندادند، جوانها را به کار سنگین گرفتند که سنگ آسیاب را هم کنند، جوانها بر زیر سایبت در اثر سختی می افتادند. سنهدرین که در نزدیک بیت مقدس نشسته بود تعطیل شدند. لوی هایی که شیرا می خواندند در روز همه یکی به یک کشته شدند. باطل گرده است و جدا شده است از ما خوشحالی. تمام آهنگ های ما تبدیل به عزاداری شده است. افتاده است تاج سر ما یعنی به تمیقداش ما. وای بر ما که خطا نموده ایم. بر تمام اینها قلب ما دردناک می باشد. به خاطر اینا از فرط گریه چشمان ما کم سو شده. آن کوه هموریا که به تمیق داشت در آن آباد شده بود، حالا روباها و حیوانات در آن خانه گزیدن. خداوندات و جاوید می باشی و تا به ابد کرسی سلطنت و همواره پا بر جاست. چرا تا به ابد ما را فراموش کنی؟ چرا ما را رها می کنی در ایام گالوت ما؟ برگردان خداوند که ما برگردیم به سوی تو و تشوا کنیم. روزهای تازهی مثل روزهای قدیم که پر از خوبی و براخا بود برای ما بیافرین. چون که اگر ما به خاطر گناهانمان تو ما را منفور داشته ای، بر ما عصبانی شدی و یروشلایم را خراب نمودی. اشیمن و دنال خواب ناشو و قدش آمنو علیخم اداق دوشا شل میکم شلو מאניש דנאן על הלאזה מכל הלילות תי ג'מועת מוחדס אז שומו סאולי דורם סאולי אז אונג'וי כשב תשעב אבו שב פסח דר יק שב מי אופתר פס פרגם שב שב הוי דיגר צ'גונה מי באושר. چرا در شب پسخ ما مسا و مارور میخوریم؟ حالا در چنین شبی فقط تلخی و زهر و افسنتین بدن ما را پر کرده است. به خاطر کشته شدن افراد کاشر، به خاطر افرادی که شایسته بودند، به خاطر همین من با تلخی گریه میکنم و صدایم را فریاد میزنه. من اشتن علیلا از میکول علیلا. چرا در شب پسخ میز مرتب میباشد و همه با سیمخا نشسته هست؟ حالا به خاطر گناهان ما در چنین شبی صدای ناله سر میدهیم. چرا که در چنین شبی راحتی برای خود پیدا نکرده ایم. وای بر ما که چگونه سختی برای ما آمد و خوشحالی ها فراموش ما شدند. من اشتن علیلا از نکال علیلا. چرا در شب پسخ چار پیاله را با براخا و بدون براخا استفاده می کنیم؟ حالا در چنین شبی به جای آن مگیلای خارا می خانیم؟ چرا که در گالون نشستم و سرگردان و بدبخت می باشم
بنابراین زندگی من چنین می باشد که امروز ناله سر بدم من اشتن نا علیلا عزه کولللو. چرا در شب پسر تمام حقاتا را با خوشحالی می خوانی؟ حال در چنین شبی تفیلا با گریه و با شیون و ناله می خوانی؟ وای بر من که دوست شدم با دوستان بد و به راه کج رفتم. وای بر ما که آن دهکده زیبا ملت اسرائیل و به تمیقداش ما خراب گشتند و خانه های تفیل های ما سوزانده شدند. من ایشتن علیلا عزه کولللو. ترا در شب پسر حلل را کامل می خوانی؟ حال در چنین شبی فقط صدای ناله و شیون می دهیم به خاطر اینکه گناهان ما زیاد گشتند که حتی تفیلای ما به هشم نمی رسد. به تمیق داشت ما خراب گشته است و محراب مقدس ما نابود گشته است. من ایشتن نوال ایلا عزه کولللو. چرا در شب پسر شفا خماتخا را میخوانیم و میگوییم خداوند و خشمت را بر ملتهای دیگر بریز؟ حالا در چنین شبی ما سیر گشته ایم از زهر و افسنتین. وای بر ما که شادی از ما رخ بربسته است و رای سیان ازا دارد. بتمی تلیل بی جنه ها الخنا و شیوا بانه ها کنیشخه تو شیوا تامل نه ها و این افلامت ها البانه ها تمام خانواده قوم ملت اسرائیل در چنین روزی فریاد می کشد و شیون می دارد به خاطر خنا و پسرانش، به خاطر اینکه همگی یکی به یک سر زده شدن در جلو چشمان مادرش و خود مادر افتاد و مرد بعد از فرزندانش. موقعی که آن قیصر آمد و یروشلایم را تسخیر کرد، آن کسی که خدای ما را قبول نداشت میخواست که فرزندان او بیایند و بت او را بپرستند. چشمان مادر اش میریختند و فریاد میزدند. به اولی آن قیصر بیرم گفت اگر که راضی شوی و بیایی و تعظیم کنی به بت من، احترام میگذارم به تو و از طرف دولت من به تو کمک میگردد. با آن پسر گفت چگونه خدای خودم را فراموش کنم و بت پرستی کنم؟ چنین کاری را قبول نکرد و سر او را از تن جدا نمودن. در آن لحظه مادر سر بریده شده بچه خود را گرفت، آن سر او را بوسید و گریه می کرد. پسر دوم را آورد در جلوه خودش، گفت فقط تعظیم کن به بت من به خاطر اینکه قدرت من زیاد می باشد و می توانم تو را نجات بدم. آن پسر گفت من فقط خدای بی همتا را قبول دارم، آن کسی که در آسمان ها جایگزین می باشد و هیچ وقت از او دوری نمی کنم و کسی دیگر را پرستش نمی کنم. همچنین او را در جلوی مادر سر زدم و بالاخره یکی پس از دیگری را آوردند و همگی را یک به یک سر زدند. آن بچه کوچک را آورد که شاید 7-8 سال و بیشتر نبود، گفت من فقط انگشترم را به زمین می اندازم، تو فقط انگشتر من را از روی زمین بردار و فکر کنن معاوین من
که تو پرستش نمودی و در حقیقت پرستش نکرده ای. آن بچه کوچک گفت مثل برادرانم که فقط خدا را پرستیدن من او را می پرستم، هیچ گونه هیچ بت دیگری را پرستش نمی کنم. آن بچه کوچک مادر خود را بوسید و خداحافظی کرد و در جلو مادرش سر او را از تن جدا نمودن. از آن جایی که خنا می دانست نمی تواند چنین کاری را انجام بدد و بت بپرستد، همچنین از بالایی خودش را پرت کرد و بر روی جسد بچه هایش کشته شد. صدایی آمد از طرف قدشا برخو از شمایی: خوشا به حال شما ای بچه های خنا و مادر، همگی شما در گن عدن برای شما حاضر می باشد، به خاطری که عبادت کردید خداوند را با امونا و بقیقت و مادر با بچه هایش در آن دنیا خوشحالی خواهد کرد. الیس کراب نفشی آلایش بخواه کی بلاونی زبیم که او قابل و بلی افوخا کی بیمه قصر لاتا هرو خال اصارا هرو گه ملخوم ملوخا. چنین واقعیتی که من جانم بیاد می آورد در خودم متحول می شود، موقعی که دشمنان آمدند و به مانند کیکی که هنوز حاضر نشده از مرا بلیدن، چرا که در زمان قیصر نجات و شفایی برای من نبود، علل خصوص برای اثر آروگه ملخود. موقعی که آن پادشاه نشسته بود و ترای مقدس ما را مطالعه مینه بود، از زبان سندرین دقت کرد و یاد گرفت که در فراشای لمیشپاتی نوشته شده است که اگر کسی فردی را بدزدد و در دست او یافته شود، اون فرد خواهیاب می باشد که کشته شود. غرور کرد آن فرد پس فطرت که چنین گناهی را انجام بدهد، دستور داد که قصرش را پر کنن از کفش ها که اشاره باشد به برادران یوسف که موقعی که او را فروختند با پول آن کفش خریدند. صدا زد به 10 نفر از خخامیم بزرگ ما، آنهایی که تمام قانونهای ترا و تعامیم ها می دانستند، گفت که شما باید برای من قضاوت کنید به درستی و کجی و دروغی نگویید، بلکه حقیقت را برای من از ترا بگویید. از شما می پرسم، موقعی که فردی فرد دیگری را بدزدد از برادرانش پسران اسرائیل و با آن تجارت کند و او را بفروشد، گناه او چه می باشد؟ همگی جواب دادند: در ترا نوشته شده است اومه تگنا، آن فرد دوست باید کشته شود. جواب داد و گفت: کجا هستند پدران شما برادران یوسف که یوسف را فروختند؟ موقعی که یوسف را به قافله اشمائیلی تجارت کردند و فروختند و در عوض او کفش خریدند. حالا که اینها یافت نمی شوند، شما دین شمعیم را بر خود قبول کنید، به خاطری که از موقعی که آنها مردند تا به امروز کسی جواب آنها را پس نداده است. پس من اگر آنها زنده بودند دین آنها را بر آنها می آوردم، و حالا که اینها نیستند شما گناه آنها را باید متحمل شوید.
آنها گفتند سه روز به ما وقت بده تا اینکه دریافت کنیم و بپرسیم از شماییم آیا ما خیاب هستیم و گناهکار می باشیم که گزرای هشم را با راسان و رضایت قبول کنیم. همگی با هم دیگر مقدسات را به زبان آوردن، همه خود را طاهر کردند که ببینند چه کسی را به شما این بفرستن. چشمان همه بر بیشمایل بن الیشا کوهن گادول نگاه می کردن که اسم اعظم قدشا بریخو را ذکر کند و در شما این رفته و ببیند آیا چنین چیزی از جانب قدشا بریخو می باشد. غسل کرد ربی اشمائیل و مطهر کرد خودش را، اسم مقدس خداوند را با ترس و لرز بر زبان آورد و بدین وسیله نشمای او به شماییم رفت و پرسید از ملاخ گبریل که لباس کتانی پوشیده بود آیا چنین گزرایی از طرف قدشا بریخو آمده است. گفت قبول کنید ای خخامیم صدیق و عزیزان، چنین گزرایی از طرف قدشا بریخو می باشد به خاطری که من از پشت پرده فهمیدم خداوند از روزی که برادران یوسف فوت کردن تا به امروز افراد صدیقی مثل آنها را پیدا نکرده است که تنبیه کند. فرود آمد ربی اشمائیل و اطلاع داد به رفقایش چه چنین گزرایی از طرف قدشا بریخو می باشد و همگی در قصر او حاضر شده. دستور داد آن قیصر بیرم که بکشن یکی پس از دیگری را. دو نفر از آنها را خارج کرد که بزرگ ملت اسرائیل بودند، ربی اشمائیل بن الیشا کوهن گادول و ربی شمعون بن گملیئل. ربی اشمائیل خواست که اول او را بکشد که نتواند مرگ رفیق خودش را ببیند. موقعی که سر او را از تن جدا می کردند و دستور داد که او را تکه تکه کنند، قره کشی کردند و قره افتاد بر ربان شیمون. سر او را از تن زدن و خون او فواره می زد مانندی که گاوی را کشته باشد. فریاد می زد ربی اشمائیل مانندی که شفار می زدند آیا زبانی که همواره در مورد خوندن ترا بوده است و لغت ترا از آن در می آمده است حالا باید خاک زمین را لیسه بزند؟ با فریاد تلخی فریاد می کشید، گریه می کرد به خاطر ربان شیمون بن گملیه. از آنجایی که ربی اشمائیل بن الیشا کوهن گادول بسیار زیبا بود، موقعی که خواستند او را بکشند دختر آن قیصر رومی آمد و گفت این پسر را، این مرد را به من عطا کن و به من بده به خاطر اینکه اینقدر زیبا و خوشگل می باشد که من می خواهم از او استفاده ببرم. امتناع کرد آن قیصر بیرم که چنین کاری را انجام داد، ولی گفت به خاطر زیبایی صورتش پوست او را زنده زنده از صورتش بکنید و آن پوست را من به دخترم هدیه میدم. به خاطر پوست صورت او که میکندن درد میکشید و فریاد میکشید ربی اشمائیل. موقعی که نشمایش از بدن او خارج میشد ملاخیم در شماییم فریاد میزدن می گفتن آیا این تو را از توی این اجر تو را می باشد؟ آیا کسی که چنین تو رایی خوانده است
باید چنین طوری گرفتار بشود. صدایی آمد از طرف قدشا بریخو، میدید که چطور این جنرال رومی دارد ناسزا میگوید به خداوند. و جواب داد خداوند و گفت اگر یک صدای دیگر از رب اشمائل بن الیشا بیاید دنیا را به خرابی میکشانم، چنین چیزی احکام من میباشد، بر خودتان قبول کنید به خاطر اینکه از طرف من میباشد. بعد از اینکه او را کشتند رفتند و ربی عقیبا را از توی بتکنست برداشتند و آوردند. اون که پر بود مانند دانای انار و حتی تاجهای تورا را ترجمه می کرد آوردند و که بخواهند او را بکشند. موقعی که مشه ربنو در شمعیم رفت که تورا را قبول کند، خداوند تمام دنیا را به او نشان داد، نشان داد که ما کسی هست مانند ربی عقیبا که حتی تاجهای تورا را تفسیر می کند. مشه ربنو به هشم گفت خداوند تو کسی مثل ربی عقیبا داری؟ چرا تورا را به من می دهی؟ در ادامه آن چیزهایی که مشه ربنو دید که چه بلایی بر سر ربی عقیبا می آورد، از خداوند تقاضا کرد گفت خداوند فردی که اینقدر میسواکار می باشد چطور این بلایی را بر سر او می آوری؟ می فرماید در میدراش خداوند گفت مشه ربنو تو نمی فهمی، چنین چیزی از فکر من است و تصمیم من می باشد. چنگال آهنینی آوردند و بدن ربی عقیبا را خراش می زدند و تکه تکه می کردند. در آن موقع ربی عقیبا شمع اسرائیل را خواند و با کلمه خواند نشمایش را تحویل داد. بعد از آن دستور داد که ربی خنینا بن تردیون را از بت میدراش بیاورند. پشمهایی را در دور او گذاشتند و او را میسوزانند و دوباره آب میریختند که مرگ تدریجی بگیرد و سفر تورا در دستش با او بسوزند. خداوندا نوع سرایی می کند این ملتی که یتیم نمی باشد. چگونه یکی پس از دیگری این خخامیم مقدس ما را کشتند؟ با کشتن ربی خوسیپت تورک ما انسان را لرزه می گیرد و اشک انسان مرتب می ریزد. هر خوشحالی به عزاداری تبدیل می گردد. موقعی که انسان میفهمد ربی لازار به شموع کشته شد، تمام افراد صدیق را یکی پس از دیگری کشتند، کشور اسرائیل را خراب کردند و افراد مقدس را نابود نمودند. با کشته شدن ربی یهودا بن داما بر ما فشار آوردند که میسوت را انجام ندهیم، تمام افتخار ما از ما گرفته شد. موقعی که کشته شد ربی یشوع اسوفه، سختی بر ما آوردند و تیرهایشان را بر کلیای ما آوردند. بدن ما از زهر و افسنتین پر شده است. موقعی که کشته شد ربی خنینا بن خخینای، خداوندا تو فرمودی ملت یعقوب مثل آتش می باشند و خاندان یوسف مانند اخگر. حالا آتش ما خاموش گشته است. موقعی که زخوت ما از بین رفت
با کشته شدن این ده نفره صدیق که آخری آن بیودا بن بابا بود، صدای کشته شدن آنها در تمام دنیا پیدیده شد. موقعی که به ملت اسرائیل میگفتند شما تامه میباشید، مانند تومای شهرز میباشید و خزنده هستید، چگونه نجاتی برای ما بیاید و از کجا برای ما کمک بیاید؟ ازریلی میمد و نایوس شمایی وارس خدا خواهد ای خسته خاری شدی.